روش پانزدهم دوست داشته باشید و دوست داشتنی باشید. شاید این مورد رو دست کم بگیرید ولی تحقیقات نشون دادن که دوست داشتنی بودن تاثیر زیادی تو متقاعد کردن داره. باید اینجوری عمل کنید. یک ببینید چجوری باید به مخاطب بها داد و فرصتی برای تأثیر گذاری مثبت پیدا کرد و بعد نشونش بدید. برخورد مثبتی داشته باشید. بیشتر از اخم کردن لبخند بزنید، بیشتر از انتقاد تشویق کنید. آدما نه فقط به پیام بلکه پیام رسان یعنی شما واکنش نشون میدن. دوست داشتنی بودن جذابه. وانمود نکنید خودتون باشید. این یه روش عالیه که سالها پیش از یه مربی یاد گرفتم. قبل از شرکت در جلسات یا سخنرانی های مهم به خودتون بگید از اینکه اینجا هم خیلی خوشحالم و خوشحالم که شما رو میبینم. بعد همون جوری عمل کنید. هر چه باشه شما اینجا ای تا هدف مثبتتون رو ارائه کنید. دو، دنبال شباهت‌ها بگردید و توجه رو بهشون جلب کنید. شباعت هایی در گذشته، تجربه ها و ارزش ها پیدا کنید تا بیشترین تأثیر رو بذارید. همینطور، هرچی شباعت ها خواستر باشه، تأثیرش هم بیشتر خواهد بود. منطقیه، درسته؟ وقتی همشهری باشید، بهتر از وقتی که هموطن هستید میتونید ارتباط برقرار کنید. یا هواداری از یه خواننده خاص بهتر از هواداری از یه سبک موسیقی خاص ارتباط برقرار میکنه. اینم یه روش دیگه برگه تقویت تحصیل گذاریه. وقتی شباعت ها را پیدا کردید، با روش های مناسب از زمیر ما استفاده کنید. اینجوری به طور مثبت و ماهرانه ارتباطتون رو تقویت میکنید. سه، دنبال ویژگی های مثبت بگردید و سراحتا روشون تاکید کنید. نباید تو حرفاتون تظاهر رو چاپلوسی دیده بشه. دنبال چیزی باشید که واقعا دوستش دارید. میتونید اینو بدون نیاز به تظاهر و با لحن سوالی مورد تاکید قرار بدید. مثلا اگر پشت کار کسی را تحسین میکنید بگید انگار خیلی برای این کار تلاش کردی چجوری این کار کردی چهار از ویژگی هاشون به خصوص اونایی که منجر به مطرح کردن اولویتاتون میشه تعریف کنید مثلا اگه فکر میکنید کسی به دیدگاه شما اهمیت نمیده میتونید بهش بگید شنیدم آدم روشن فکری هستی و همه می میسنجی و بعدش ادامه بدید به همین سادگی وقتی یادشون میفته که روشن فکرن همکاری کنن خیلی خوبه شما این ویژگی رو برجسته میکنید و باعث پیشرفتشون میشید. این روش برای بچه هم جواب بینه. انگار خیلی دوست داری به برادرت کمک کنی ها عالیه. اینجوری باعث میشید بچه هاتون بیشتر بخوام به هم کمک کنن. کلا که جالبیه نه؟ متاسفانه هیچ تکنیک تاثیرگذاری کشف نشده تا والدین رو در نظر بچه ها باهوش جلب بده تا وقتی خودشون پدر مادرشن. اونا هم بالاخره روزی به این نقطه میرسن. تا موقع از ویژگی مثبت دیگه تعریف کنید. و به طور کلیتر اون دو گروهی که اسکار وایلد میگه رو به خاطر داشته باشید. بعضیا هر جا میرن باعث خوشحالیان و بعضی باعث عذابن. برای افزایش تاثیرگذاری بهتر جز گروه اول باشید. دنبال چیزایی باشید که دیگران دوست دارن و راهی برای دوست داشتنی بودن پیدا کنید. ویدان مهارت آموزی آنلاین